هر کس مره با ناسیسینس خوش اومدید به هفته همین داستان از سری ویدیوهای داستانهای ترکی با شادی توی این ویدیو میریم سراغ هفتمین داستان از داستانهای دهگانه ساله توی این ویدیو توی این قسمت از داستان ساله میره به موزه طبیعت و حیوانات که میخوایم باش توی این ماجرا و داستان هم همراه بشیم امیدوارم که ویدیوهای قبلی رو دیده باشید میدونید که توی ویدیوهای داستانی ما کلی مطلب رو مرور میکنیم و کلی مطلب جدید هم یاد میگیریم مخصوصا توی شیش ویدیوی قبلی از ساله که از اولین داستان تا الان ما از ابتدایی ترین و پایه‌ای ترین عبارات و دستور زبانها شروع کردیم و اومدیم جلو ما افعال مختلفی رو مثل افعال زمان گذشته حال ساده استمراری نتوانستن رو اینا رو همه رو مرور کردیم اومدیم جلو و یه سری از دستور زبانهای اساسی زبان ترکی استانبولی و اما توی این ویدیو علاوه بر که ما این افعال رو خواهیم داشت فعل امری فعل زمان گسترده رو خواهیم داشت و از همه مهمتر ترکیب های اسمی مضاف و مضاف الی رو توی این داستان خواهیم داشت ترکیب های اسمی که شما توی درس سه از کتاب هیتیت یک یعنی پایه سه و همچنین در درس 5 از کتاب یدی کلیم توی ویدیوهای درسی بهتون آموزش دادیم و شما یاد گرفتید توی این داستان مفصل میپردازیم به این اسمی به مضاف و مضاف الی ها به پسوندها تو متن متن داستان ازشون استفاده کرده برای اینکه بهتر یاد بگیرید پس پیشنهاد میکنم تا انتهای این ویدیو همراه من باش که علاوه بر کلی مطلبی که قراره با همدیگه مرور کنیم مطلب جدید کلمه جدید یاد میگیرید و در انتها میپردازیم به تمرینات این داستان که توی تمرین ها علاوه بر اینکه ما اسامی حیوانات رو یاد میگیریم یه سری کلمه جدید یاد میگیریم نحوه درست آدرس دادن رو هم یاد خواهیم گرفت بر اساس یک کروکی تا شما بتونید عبارات لازم رو برای آدرس یاد بگیرید و ازش استفاده کنید و حالش رو ببرید پس همراه هم باشید خب بریم سراغ اسم این داستان سالی طبیعت و حیوان میزه سینده ساله در موزه طبیعت و حیوانات بریم سراغ صفحه اول Bir pazar günü Salih ve arkadaşları Ömer, Esra, Selim, Burcu parkta buluştular. Bir pazar günü yani yek ruze yekşenbe, yek ruze bir pazar günü Salih ve arkadaşları yani Salih ve dostaneş pasvan demeli ki Ömer, darı yek nam -i, beri, Ömer, Esra, Selim, Burcu mi Bilin, Hemen bu harfe bozuk ne işte harfe evvelleş o çara. چون اسم خاص هست اسم اشخاص رو داره یکی یکی میگه دوستاش رو عمر اسرا سلیم بورجو پارکتا پارکتا میدونید این پسوند به معنی در هست پارکتا در پارک بولوشتولار یعنی همدیگر رو ملاقات کردن همدیگر رو دیدن بولوشتولار بونه فعلمون بولوش هست از بولوش ماک بعد از اون پسوند تو اضافه شده فعل گذشته ساده و بعد هم شناسه فردی اضافه شده بولوشتولار پارکتا بیچک آچ ورده. پارکتا در پارک. بیچک آچ ورده. دقت کنید بیچک آج حواستون باشه بیچک آچ یعنی تعداد زیادی درخت ورده وجود داشت. ورده وجود داشت. اما نکته ای که میخوام بهتون بگم اینه که حواستون باشه بعد از این کلمه بیچک درسته که خودش جمع هستش داریم میگیم تعداد زیادی اما کلمه که بعد از بیچک قرار میگیره حتما باید مفرد بیاد اینجا دارید میبینید میگه بیر چوک آچ وارد وجود داشت وار هم که اسم هست و پسوند دو بهش اضافه میشه به معنی وجود داشت ما تو زبان فارسی داریم میگیم وجود داشت یعنی به شکل فل داریم معنی میکنیم اما بتونید که جنس این کلمه اسمه و بعد میگه و پارک چوک گزلدی و پارک خیلی قشنگ بود گزلدی گزل صفت پسونده دی بهش اضافه شده که گذشته ساده است و پارک چوک گزلدی پس این پسونده گذشته رو اینجا دیدیم و همچنین اینجا چوجوکلار اونجه بیراز یوریدلر چوجوکلار بچه ها اونجه اول بیراز یوریدلر یعنی یکم اول راه رفتند یورودولر فعل گذشته ساده یورو از یورومک به معنای قدم زدن راه رفتن پسوند فعل گذشته ساده اضافه شد و بعد هم شناسه فردی یورودولر یعنی قدم زدند سون را چیملرینوزرینه اتوردولار کنوشدولار سون را بعد سون را بعد چیملرین üzerine یعنی به روی چمنها چیم یعنی چمنها چیم لر بعد از اون بینید این پسوند اضافه میشه چیملرین üzerine üzerine یعنی be ruye üzerine be ruye میبینید که اینجا چیم لرین پسوندی که اضافه شده پسند مضافون الیه بهش اضافه شده و بعد هم که üzerine مضافش میشه چیم لرین üzerine یعنی به روی چمن ها این ای که اینجا میبینید معنی ب میده به روی چمن ها معنی ب میده به روی چمن ها نشستند فعل گذشته ساده اتور از اتورماک هست به معنی نشستن بعد هم پسند فعل گذشته Sade ve bat hem lar. Neşestiğnd, konuştular, sohbet kerdan, konuşmak sohbet kerdan. Pes ve sade ve bat hem şanasıyı ferdi. Bir bar mi koonam? Bir pazar günü Salih ve arkadaşları Ömer, Esra, Selim, Burcu parkta buluştular. Parkta birçok ağaç vardı ve park çok güzeldi. Çocuklar önce biraz yürüdüler, sonra çimlerin üzerine oturdular, konuştular.

امر صالح سردو میگه امر از ساله پرسید دقت کنید درسته که فعل ما اینجا چیه سردو هستش یعنی پرسید فعل سرماک ما تو زبان فارسی میگیم از کسی چیزی پرسیدن در زبان ترکی استانبولی میگن به کسی اینو توی داستان قبلی هم بهتون گفتم این فعل رو باش برخورد داشتیم میخوام تکرار کنم دیگه یادتون بمونه پس میگه صالح سردو نمیگیم به صالح پرسید میگیم از صالح پرسید درسته که این ا معنی میده اما توی ترجمه سلیس فارسی میگیم از ساله پرسید سردو هم که فعل گذشته ساده است دیگه سر از سرمت دو هم که پسفند فعل گذشته ساده سالی دون نیابتین سالی دون نیابتین میگه دیروز چیکار کردی ساله دیروز چیکار کردی دون نه یابتن توی مکالمه وقتی صحبت میکنید دیگه نمیگید نه یابتن میگید نابتن, نابتن؟, 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 نابتن؟ حتما شنیده توی فیلم ها میخوام این تلفظه رو بگم که به این شکل میشنوید خب دون دیروز نه یابتن چیکار کردی چه چی انجام دادی نه یابتن یاب از یابماک انجام دادن پسوند فعل گذشته ساده و بعد هم شناسه فردی نه یابتن چی کار کردی سالی میگه دون چک گزلدی میگه دیروز خیلی خوب بود چک گزلدی چو گزلدی گزل اینجا هم پسوند گذشته ساده به صفت اضافه شده گزل صفته دون چو گزلدی اممم بابام و کاردهشیم له و حیوان موزه سی میگه اممم بابام و کاردهشیم میبینید اممم ماما بابام بابام کاردهشیم له کاردهش خواهر کاردهشیم یعنی خواهرم این لرم که من با میده کاردهشیم له با ماما و با بابام خواهرم طبیعت و حیوان موزه سی میبینید اسم هست دیگه این که داره بیان میکنه اسم موزه است با حرف بزرگ نوشته تابیات و حیوان موزه سینه گیتیک به موزه طبیعت و حیوانات رفتیم گیتیک میبینید موزه سی ترکیب اسمی نامعینه به تابیات و حیوان پسوندی اضافه نشده دیگه به عنوان مضافان لعی فقط به موزه اضافه شده که اینجا شما دارید سی رو میبینید یعنی موزه یه. پس بدونید مثلا وقتی میگیم دانشگاه استانبول میگیم استانبول اینیورسیت سی توی ترکیب اسمی نامعین یاد گرفتید توی پکیج پایه از اه, کتاب هیتیت یک کامل توضیح دادین ترکیب اسم نامعین مضافانه لای پسفن نمیگیره مضاف پسفن میگیره پس اینجا داره میگه موزسی نگیتیک اینم که نه میانجیه که بعد از پسفن ملکی اضافه میشه و ای که ممنه یه به هست گیتیک رفتیم گیت از گیتمک رفتن تی هم که پسفن فعل گذشته ساده که هم شناسه فردی برای اول شخص جمع رفتیم. اونجه بیلت آلدک sonra hep birlikte بیرلکتی girdik. Önce اول bilet aldık. Önce اول bilet خریدیم، آل از آل خریدن، بعد از اون پسوند فعل گذشته ساده اومد و شناسه فردی برای اول شخص جمع میگه اول بیلیت خریدیم سون را هپ بیلیکته سون را بعد همه با هم این کلمه یعنی همه با هم هپ بیلیکته ایچریه گیردی. یعنی وارد شدیم به داخل رفتیم ایچری یعنی داخل یه میانجی ام که به معنی به هستش گیردیک گیر از گیرمک معنی وارد شده ما نمیگیم به داخل وارد شدم میگیم به داخل رفتن بدونید که به این شکل ما ترجمه میکنیم تو زبون فارسی چریه گیردیک پس من دفعه گذشته ساده رو اینجا داریم میبینیم و دوباره شناسه فردی برای اول شخص جمع گیردیک وارد شدیم یه بار میخونم سالی دون نیابتین؟ Dün çok güzeldi. Annem, babam ve kardeşimle Tabiat ve Hayvan Müzesi'ne gittik. Önce bilet aldık, sonra hep birlikte içeriye girdik. خب بریم سراغ صفحه بعدی موزه پلانه یعنی پلان موزه اون نقشه راه اون مسیری که توی موزه براتون روی تابلو نشون میده خب بریم قسمت رو بخونیم موزه ده چشیتلی هایوانلار آچلار و چیچکلر وارد موزه ده در موزه میدونید یه در میده در موزه چشیتلی هایوانلار حیوانلار یعنی حیوانات مختلف. چشیتیلی یعنی مختلف. آچلار، درختان، چشکلر، گلها. پس میگه توی موزه گلها و درختان و حیوانات مختلف ورد وجود داشت. اینجا پسند گذشته ساده. ورد. گیریش کپ سنده بیر گروه ولی وردی. گیریش کپ سنده یعنی در در ورودی. گیریش یعنی ورود کپ یعنی در میگه گیریش کپ سندا سی رو داریم بعد نه میانجی بعد دام هم که معنی در گیریش کپ سندا یعنی در در ورودی بیر گرولی واردی گرولی یعنی کارمند میگه یه کارمند وارد وجود داشت بود میگه گیریش کپ سندا در در ورودی میبینی ترکیب اسمی نامعین اینجا پسوند نگرفت مضافون الی همون گیریش بود مضافمون کپی بود که پسوند سی گرفت که گفت گیریش کپ سندا بیر گرولی گرفلی çok گلر یوزلی یعنی کارمنت چوک گلر یوزلی بود گلر این خودش یک صفت گولر یوزلی یعنی خوشرو خوشرفدار بود خوشرفدار که بعد میگه بودیه میانجی رو اضافه کرده و بعد هم پسنده گذشته رو بهش اینجا اضافه کرده گفته چوک گلر یعنی خیلی خوشرفدار و خوشرو بود گولر از همون فعل گولمک میاد دیگه اینجوری تو ذهنتون باشه به معنی خندیدن یعنی چهره ای که خندانه دیگه یوز هم یعنی صورت که لو هم به معنی دارایه هست من اینا رو دارم ریز میکنم تا ببینید این صفت به چه شکل ساخته شده یعنی دارای صورتی که میخنده گولر یوزلو کلش صفت این کلمه گولر یوزلو یعنی خوش رفتار بیزه خوشگلدی نیز دادی میگه به ما بیزه به ما به ما جمله داخل کوتیشن قرار میگیره اینجا دارید میبینید و بعد میگه ددی گفت پس ما اول اینو معنی میکنیم میگیم به ما گفت ددی فعل گذشته ساده به ما گفت هشگل دینیز میبینید بیزه هشگل دینیز ددی به ما گفت خوش اومدید هشگل دینیز که اینو توی داستانه قبلی یاد گرفتید هشگل دینیز که این هم فعل گذشته ساده است دیگه این خوش آمدید نیزم که شناسه فردی برای دوم شخص جمع هست بعد میگه ما هم بیزه ما هم تشکر دریز هوش بولدوک ددیک میگه ما هم جمله داخل کوتیشن و در انتها میگه گفتیم ددیک این هم فعل گذشته ساده است گفتیم کم که شناسه اول شخص جمع هستش برای فعل گذشته ساده تشکر دریز هوش بولدوک میگه ما هم گفتیم ممنون مرسی هوش بولدوک یعنی از اینکه اینجا هستیم خوشنود هستیم که تو زبان فارسی معنی میکنیم ممنون بدونید که جواب هوش گلدینیس هوش بولدوک Sonra görevliye müzede hangi hayvanlar var diye sorduk. Sonra görevliye müzede hangi var diye sorduk. میگه دوباره جمله داخل کوتیشن قرار میگیره من اول اینجا رو معنی میکنم میگه سون بعد گرولیه دیه سردوک میگه بعد از کارمند اینجوری پرسیدیم حالا جمله داخل کوتیشن رو معنی میکنیم که میگه در موزه کدوم حیوانات وجود دارن هستن خب حالا میشه سراغ باز کردن این قسمت گرولی یه, یه میانجی ای هم به معنی ب که گفتم وقتی که فعلمون سرماک هست بخوایم معنی کنیم میگیم از کسی چیزی پرسیدن پس اینا حواستون باشه ب معنی نکنید درسته که معنی ب میده این پس من. اما چون فعلمون اینجا سردوک هست میخواد بگه که از کارمند اینجوری پرسیدیم دیه سردوک اینجوری پرسیدیم چی که تو موزه Hangi hayvanlar var? Kudum heyvanat vücut darand. Sordu kem eni porsidim. Sor az sormak. Pasman de göz sade du. Ve kem ki şanası fardi bari şahs şahsed cam. mı khunam? Müzede çeşitli hayvanlar, ağaçlar ve çiçekler vardı. Giriş kapısında bir görevli vardı. Görevli çok güler yüzlüydü. Bize hoş geldiniz dedi. Biz de teşekkür ederiz, hoş bulduk dedik. Sonra görevli müzede hangi hayvanlar var diye sorduk. بریم سراغ صفحه بعدی موزه پلانو خب گرولی دواردکی لیستهی گستردی گرولی کارمند دواردکی لیستهی گستردی گرولی اون کارمند اون مسئول من یه مسئولم میده دیگه میگه اون مسئول اون کارمند دواردکی لیستهی گستردی یعنی اون لیستی که روی دیوار بود رو به همون نشون داد دواردکی حواستون باشه این پسوند دکی به شکل دکی و دکی هستش و اگر کلمه ما به حروف فیستیکش شاب خط بشه میدونید دیگه ده تبدیل به ته میشه یعنی میشه تاکی و یا تکی به همین راحتی این پسوند خیلی استفاده میشه دقت کنیم این پسوندو چه معنی میکنم میگم لیستی که روی دیوار بود میبینید که روی دیوار که حالا این دارو معنی میکنید برای دوار دواردا نمیگیم در دیوار میگیم روی دیوار پس میگم گرولی دواردکی لیستی یعنی لیستی که روی دیوار بود را لیستی یه میانجی این به معنی را پس پسوند مفعولیه گستردی نشون داد گستر از گسترمک به منه نشان دادن و بعد هم پسبند فعل گذشته ساده بهش اضافه میشه گستردی گرولی دوواردکی لیستهی گستردی این پسبند رو پس حواستون باشه خیلی کارورد داره بریم ادامه لیسته باکتک میگه به لیست نگاه کردیم لیسته دوباره یه میان جی ای به معنی به لیست باکتک نگاه کردیم نگاه کردن به چیزی به جایی به کسی دیگه باکتک باک از باکماک پسوند تی که فله گذشته ساده است و بعد هم که شناسه فردی برای اول شخص جنبری فله گذشته باکتک نگاه کردیم اورادا حیوانلارن رسیملری و اسیملری وارد اورادا میگه در اونجا hayvanların resimleri و isimleri vardı hayvanların مزافله رسیمleri و اسمیمleri مزافشه. میگه عکس و اسپ های حیوانات وجود داشت می بینید رسیمleri داره برگرده به حیوانلار دیگه میگه تصاویر حیوانات و اس حیوانات حیواناتوارد وجود داشت. لیسته ای لیسته ای دمت اکودوم لیسته ای لیست را لیسته یه میانجی ای هم به معنی را برای دمت ده با حرف بزرگ نوشته شده اسم شخص دیگه آپستروف هم گرفته بعد پسوند گرفته برای دمت اکودوم خوندم اکو از اکو به معنی خوندن پسوند پل گذشته ساده اضافه میشه و بعد هم مه شناسه فردی خوندم اکودوم یابانی هیوانلار یابانی زرافا آسلان، کپلان، فیل، زبرا، یلان، تیمساه، افجیل حیوانلار، تفشن، کدی، کپک، تاوک، هروز، کچی یابانی حیوانلار یعنی چی؟ یعنی حیوانات وحشی حالا یکی یکی داره نام میبره میگه زرافه یعنی زرافه اصلان یعنی شیر شنیدید توی فیلم ها میگن بنیم اصلان اولم بنیم اصلانم پدر به فرزند پسرش از اسلان استفاده میکنه یعنی شیر پسرم به خاطر همین از کلمه اصلان توی مکالمه ها استفاده میکنن و وقتی میخوان پسرشون رو صدا بزنن از این کلمه استفاده میکنن خب اصلان یعنی شیر کپلان یعنی ببر فیل فیل زبرا گورخر یلان مار تیمساه تمساه اف جیل حیوانلار یعنی حیوانات خونگی اف یعنی خونه دیگه تفشان خرگوش کدی گربه کپک سگ تاوک مرق هروز خروز کچی بوز میخونم گرفلی دواردکی لیسته گستردی لیسته باکتک اورا دا حیوانلارن رسیملری و isimleri vardı. Listeyi Demet'e okudum. Yabani hayvanlar, zürafa, aslan, kaplan, fil, zebra, yılan, timsah. Evcil hayvanlar, tavşan, kedi, köpek, tavuk, horoz, keçi. Benim sonraki safiye verdim. Önce اونچه زرافالاران نه گیتیک میگه اول به پیش زرافه ها رفتیم زرافالار یعنی زرافه ها بعد از اون پسوند مضافه نلایی اضافه شد یان هم یعنی جام کنار پیش آب هش اضافه شد تا اینجا که پسوند مضافه اضافه شده تا ترکیبمونو درست کنه زرافالاران یانه یعنی پیش زرافه ها الان میخواد بگی به پیش زرافه ها رفتیم بعد از اون شما دید نیه میانجی رو اینجا میبینید و بعد هم آب معنایی به میگه به پیش زرافه ها گیتیک رفتیم که اینجا فعل گذشته ساده از تی پسوند فعل گذشته ساده به بن فعلمون گیت از گیتمک اضافه شد و در آخر هم که رو داریم که شناسه فردی برای اول شخص جمعه گیتیک رفتیم بعد میگه او آندا بی بیسس گلدی او آندا یعنی در اون لحظه او آندا آن از همون معنی آن لحظه میاد دیگه او آندا در اون لحظه زرافدان یعنی از زرافه بیسس گلدی یه صدا در اومد یه صدا اومد بیسس یعنی یک صدا گلدی اومد خب دی که پس من گذشته گذاشته ساده به بونه فل اضافه شد مرحبا بن بیر زرافایم سلام من یک زرافم بن بیر زرافایم شناسه فردی اضافه شده اینجا شناسه فردی هستش که اضافه شده اینم که یه میانجیه بن بیر زرافه یه من یک زرافه هستم بیزیم بویوموز چک ازندور بیزیم بیوموز میگه قد ما خیلی بلنده بیزیم زمیر ملکی برای اول شخص جمعه بوی یعنی قد اوموز پسوند ملکی بهش اضافه شده بیزیم بیوموز یعنی قد ما چک ازندور خیلی بلند است این پسوندا به معنی است هست که در انتهای جملات افعال اضافه میشن در واقع از این پسوند یکی از کاربرداش اینه که برای بیان حقیقت و همچنین شک و تردید استفاده میشه در انتهای جملات میاد که گرامش مفصل در پکیج متوسطه هیتیت گفتیم که اینجا باهاش برخورد میکنید داره میگه قد ما خیلی بلنده خب یک حقیقته بعد میگه بنیم بویوم درت متر دیر بنیم بویوم یعنی قد من بنیم بویوم اون پسند ملکیه این هم که زمیر ملکیه میگه قد من درت متر دیر چهار متر است دیر بنیم یاورومون بویو یکی متر دیر یاورو یعنی طفل فرزند بعد پسند ملکی اضافه شده که میخواد بگه فرزندم بچم بنیم یاوروم و بعد هم اون اضافه شده که این چیزی که اینجا میبینید پسمنده برای مضافانه لعی یعنی کل این به نیم یاوروم مضافانه لعی شده بعد پسمنده اون بهش اضافه شده چون مضافانه لعیه و بعد بو یو که اینم پسفنده به مضاف اضافه شده به نیم یاورومون بو یو یعنی قد بچه من ایکی متر دیر دو متر بیز اوزون آچلارن یشیل یپرکلری ile بسلنیوروز میگه ما اوزون آچلارن yeşil یپرکلری ile میبینید اوزون آچلار یعنی درختان بلند بعد اینجا پسوند مضافان اضافه شده میبینید آچلارن بعد میگه دوباره یشیل یا پراکلار تا اینجا که میشه برگهای های سبز حالا میخواد بگه می برگهای سبز درختان پسوند ملکی اضافه میشه دیگه که اینجا مضاف است در واقع مضاف و ما این هست اوزون آچلارن و بعد هم که میگه یشیل یاپراکلاری این هم مضافشه بعد میگه ایله یعنی با میگه ما با برگهای سبز درختان بلند بسل نیوروز تقضیه میشیم بسلن از بسلن مک به معنی تقضیه شدن بعد از اون پسفند فعل حال ساده استمراری اومد و بعد هم شناسه فردی بسل نیوروز بعد میگه سیجک هوایی سوی و روز میگه هوای گرم رو دوست داریم هوایی میبینه دیه میانجی هم که پسوند مفعولی را میگه هوای گرم را سجاد صفته سوی و روز دوست داریم سو از سو مک ایور پسوند فعل حال ساده استمراری و بعد هم شناسه فردی ددی گفت کی گفت در اون صحبت زرافه را میگه که میگه اینا رو گفت ددی فعل گذشته ساده زورافالار چوک سویملی حالا داره در ادامه میگه زورافالار یعنی زرافه ها چوک سویملی خیلی دوست داشتنی بودن سویملی دوست داشتنی یه میانجی پسوند گذشته ساده هم اینجا به این صفت اضافه شد سویملیدی. دی یه بار میخونم اونجا زورافالارین یه یعنی نه گیتیک اون بی سس گلدی Merhaba ben bir zürafayım. Bizim boyumuz çok uzundur. Benim boyum 4 metredir. Benim yavrumun boyu 2 metredir. Biz uzun ağaçların yeşil yapraklarıyla besleniyoruz. Sıcak havayı seviyoruz." dedi. Zürafalar çok sevimliydi. Safiye'ye badi. miye zürafaların yanında İkinci bölümde aslanlar vardı. Mige der kenar zarrafe ha پسوند مضافان لک یاننده یعنی یا تا اینجا که میشه کنار زرف حال میخواد دیگه در کنارشون نی میانجی و دا اضافه شده کل این رو یاد گرفتید هم توی کتاب هیتیت هم توی کتاب یدی دیکلیم کامل توی ها توی ویدیو آموزشی بهتون آموزش دادیم که خود این یاننده کلمه ای هستش که ما برای آدرس دهی استفاده میکنیم در پیش اگه یادتون باشه توی آدرس دهی میگیم مثلا در پیش فلان در پیش پارک حالا چه ساختمونی چه چیزی وجود داره خب اینجا هم داریم که زورافالارن پسوند دو به زورافالار اضافه کرد و بعد گفت یاندا یاندا در پیش در کنار زرفه ها ایکینجی ایکینجی بلومده یعنی در بخش دوم اصلانلر شیر شیرها وجود داشتند وارد اینم که گذشته ساده است اما دقت کنید ایکینجی این عدد ترتیبی ایکی به اضافه پسوند نه جی شده یعنی دوم ایکی یعنی دو این پسوند پسوند ترتیبی است که اضافه میشه یعنی ما بعد از عدد وقتی پسوند من حالا به این شکل براتون می نویسم اون ج این جی اون جو و این جو این گرامرش هست که گفته میشه به این شکل اگر بعد از عدد و یا اسم حالا چه اسمی مثل کاچ قطعا شنیدید یا مثل سون به معنی آخر اگر این پسفند اضافه بشه طبق قانون هماهنگ حروف صدادار عدد ترتیبی رو ازشون میسازه مثل اینجا که میگیم ایکینجی یعنی دوم کچ یعنی چند کاچنجی میشه چندم خب این گرامرش که خواستم اینجا با هم مرور کنیم بعد میگه اصلاların ینا gittiیک میگه به پیش به پیش شیرها رفتیم دیگه اینو یاد گرفتید اصلاların ینا gittiیک رفتیم gittiیک این هم که شناسه فردیم. بیوک آسلندا بیزیمله کنوشتو بیوک دا یعنی شیر بزرگ هم بیوک دا میگه شیر بزرگ هم بیزیمله یعنی با ما وقتی که ما بخوایم این پسبند لا و ل رو به زمیر اضافه کنیم حواستون باشه اینجا من براتون آیلایتشم میکنم نکتهش رو ببینید ما اگر بخوایم پسبند لا و یا پسند ل رو که به معنی با هست به زمیر اضافه کنیم زمیرمون حتما باید زمیر ملکی باشه مثل اینجا که دارید میبینید من حالت کردم که ببینید بیزیم له یعنی نمیگیم بیزله ل این حواستون باشه نکته است نکته گرامریه بیزیم ل با ما کنوش تو صحبت کرد کنوش از کنوش مک پسند تو هم بهش اضافه شده برای فعل گذشته ساده میگه صحبت کرد با ما صحبت کرد او دا کندینی تنت اون هم کندینی خودش را کندی یعنی خود نه میانجی ای به معنی را کندینی خودش را تنت معرفی کرد تنت از تنت مک تی هم که پسند فعل گذشته ساده تنت معرفی کرد خب حالا داره میگه مرحبا چوجوکلار مرحبا چوجوکلار سلام بچه ها مرحبا چوجوکلار بحچه میزه خوشگلدینیز یعنی به حیات وحشمون به حیاتمون خوش اومدید بحچه میزه خوشگلدینیز بحچه میزه پس فنده ملکیه خوشگلدینیز دارمش خوش آمد میگه خوشگلدینیز رو قبلا یاد گرفتید میگه خوشگلدینیز من بیر اصلنم میگه من یک شیر هستم شناسه فردی من بیر اصلنم Diğer hayvanlar bize, diğer hayvanlar bize ormanların kralı diyor. Mige diğer hayvanlar bize. Diğer hayvanlar yani diğer hayvanat, hayvanat diğer bize yani bema, bize bema ormanların kralı diyor. Orman yani cengel, ormanlar cengel ha. Pasvand ezafe şede muzafun eleyhe. Kral yani şah, padişah. اضافه شده که پسفند به مضاف اضافه شده برای اینکه بگیم پادشاه جنگلها دیور میگو یند میگه دیرهایوانلار هایوانلار بیزه دیر دیرهایوانلار حیوانات دیگر بیزه به ما چی میگن؟ حالا اینجا رو اومده داخل این علامت قرار داده و میگه به ما میگویند پادشاه جنگلها که ما تو زبان فارسی میگیم پادشاه جنگل دیور میگویند که این هم فعل حال ساده استمراری بون فعل د از دمک هست توی داستانی قبلی بهتون گفتم بلد هستید ده از دمک هست چون به حرف صدا خد شده ای هست هست شده و به این شکل ظاهر شده تغییر پیدا کرده بیز ات ایله بسل نیوروز میگه ما با گوشت تغذیه میشیم بیز ات ایله ما با گوشت تغذیه میشیم میبینید ما با گوشت بسل نیوروز تغذیه میشیم اینم که یاد گرفتید و سجا هوایی چک سبی و روز و هوای گرم رو خیلی دوست داریم هوایی یه میانجی این هم به من را چک سبی و روز دوباره اینم یاد گرفتید سه و سه مک ایور پسوند فعل سا حال ساده استمراری و اوز هم شناسه فردی بعد میگه ددی گفت میبینید این صحبتش رو که شروع کرد و از اینجا شروع شد صحبتشو کرد تا انتها کوتیشن رو بس و گفت ددی یعنی شیر گفت و حالا جملات داخل کوتیشن رو معنی میکنیم که اینجا گفت ما با گوش تغذیه میشیم و هوای گرم رو خیلی دوست داریم یه بار میخونم زورافالارن یننده یعنی ایکینجی بلومده اصلانلار وارد اصلانلارن یننه یعنی گیتیک بیوک اصلان ده بیزیم لی کنشتو او ده کندینی تنیتی مرحبا چوچکلار بحچمیزه هش گلدینیز بن بی اصلانم Diğer hayvanlar bize ormanların kralı diyor. Biz et ile besleniyoruz ve sıcak havayı çok seviyoruz dedi. Hop, benim sonraki sayfaya bağlı. Hayvanlar konuştu, biz çok şaşırdık. Miye hayvanat sohbet kerden, konuş tu. Konuş az, konuşmak tu. Pesvan defele gözeşteyse de biz çok şaşırdık. Ma, heli tecrübe kerdim. Şaşır az, şaşırmak. دی گذشته ساده پسوند هست و کم که شناسه فردی میگه حیوانات صحبت کردن ما خیلی تعجب کردیم سالیح میگه آنه بو حیوانلار نسل کنوشیور مامان این حیوانات نسل کنوشیور چجوری دارن صحبت میکنن چطوری دارن صحبت میکنن کنوش از اویان هم پسنده فعل حال ساده استمراری به طول هنون میگه چجوکلار بونلار جانلی دیل میگه بچه ها اینا زنده نیستن چوچوکلار بچه ها منظورشون صدا است که صدای زنده نیستش بونلار اینها جانلی زنده دیل نیستند بکن نگاه کنید فعل امریه میبینید اینجا باک از باک ماک یعنی نگاه کن پسوند اون اضافه شده فعل امریه میگه نگاه کنید شمدی شمدی 3 بلومه گیدیو میگه الان 3 اینو یاد گرفته دیگه گفتم عدد ترتیبی هست 3 به اضافه اونجو شده اون جو شده و میگه به قسمت سوم به بخش سوم میرویم ام که معنیه ب میده میگه به بخش سوم گیدی روز ای یور فعل حال ساده استمراری و در انتها هم شناسه فردی اضافه شد میگه به بخش سوم میرویم بلومین اونونده دوری یو روز میگه در جلوی بخش قسمت میستیم بلومون پسوند مضافان لعی اضافه شد اونونده اون یعنی جلو اونو یعنی جلویه میخواد بگه در جلوی اون قسمت میستیم به خاطر همین نه میانجی گرفت دم گرفت من اینا رو توی قسمت آدرس دیا بهتون یاد دادم که به این شکل تجزیه میشه کلمه و در واقع به این شکل ساخته میشه اما کلش رو میتونید استفاده کنید توی آدرس یا فقط کافیه به کلمه قبل مثل اینجا پسوند رو اضافه کنید به مزافون الیهتون پس میگه بلومون اوننده در جلوی بخش دوری و روز می ایستیم. دور از دور ماک اویور پسوند فعل حال ساده استمراری اوز هم که شناسه فردی می ایستیم ایشکلار اتوماتیک اچلیور و هایوانلار کنوشیور ایشکلار یعنی نورها ایشکلار پسوند جمع بهش اضافه شده به ایشک نور نورها اتوماتیک اچلیور اچل از اچلماک به معنی روشن شدن معنی باز شدن هم میده اما حواستون باشه این کلمه برای نور و گوشی و موبایل و تلویزیون معنی روشن شدن هم میده فقط معنی باز شدن نمیده پس میگه نورها اتوماتیک روشن میشن اچل از اچلماک و حیوانات کنوشیور و حیوانات صحبت میکنن کنوش از کنوشماک اویا هم که پسوند فلت حال ساده استمراری یه بار میخونم Hayvanlar konuştu. Biz çok şaşırdık. Anne bu hayvanlar nasıl konuşuyor? Çocuklar bunlar canlı değil. Bakın şimdi üçüncü bölüme gidiyoruz. Bölümün önünde duruyoruz. Işıklar otomatik açılıyor ve hayvanlar konuşuyor. Hop. İnce ingesme temsahara mi binemiyor. Üçüncü bölümde suyun üzerinde iki tane göz vardı. Üçüncü bölümde, üçüncü reyat gerefti deniz sevvom. Üçüncü bölümde, yani derbahşe sevvom, suyun üzerinde, üzerinde mi beni dobarayınem? bir kelime dige ki ke... ما حالا توی صفحات قبلی باش آشده شدید گفتم توی آدرس یا استفاده می سو آب بعد یه میانجی گرفته و بعد هم پسند مزافون بهش اضافه شده حواستون باشه ما توی ترکیبای اسمی میگفتیم اگر بخوایم پسند اضافه کنیم یعنی پسند مضافون با حرف نه شروع میشه دیگه اگه یادتون باشه توی درس سه از یک بهتون گفتیم توی درس پنج از کتاب یه دیکلیم هم آموزش دادیم خب حالا کلمه سو به معنی آب استثناء نه نمیگیره یعنی نمیگیم سونون حواستون باشه این استثناء به خاطر همین میگه چی سویون یعنی یه اینجا یه گرفت حواستون باشه سویون مضاف الیه سویون زرینده یعنی در روی آب یکی تانه گز دو تا چشم یکی تانه گز وارد وجود داشت بعد میگه حیوانن کفه‌سی، یواش یواش دیشری چکت. حیوانن کفسی مضافنلایه حیوان، مضافنلایه ما هست. کفسی مضافه من هست. میگه حیوانن کفسی یعنی سر حیوان می‌بینید سی اضافه شده. یواش یواش، یعنی یواش یواش دیشری چکت. بیرون اومد، دیشری بیرون چکتی اومد. بیرون اومد کلش اینجوری معنی میکنیم هی بنیده بنید تنمک استر میسینیز هی بنی بنید منو هم بنی یعنی من را ده هم تنمک استر میسینیز یعنی آیا میخواید منو هم بشناسید استر این فعلی که اینجا دارید میبینید این فعل استر فعل زمان گسترده هستش خب من برای تو اینجا می نویسم ایسته از استمک هست با معنی خواستن پسفند ر بهش اضافه شده این پسفند ر یکی از پسندهایی هست که به بن فل اضافه میشه تا فل زمان گسترده رو بسازه این آموزش کاملش رو در پکیج متوسطه شماره 3 یعنی درس نهم کتاب هیتیت یک کامل درس داریم چه پسفندهایی اضافه میشن و البته توی داستانهای سری اولمون ده داستان اول خیلی با این فل سر و کله زدیم و باش آشنا شدیم و دیگه میدونم مسلط شدید اگر اون ده تا داستان رو دیده باشید حتما ببینید این فل رو داشتیم که یکی از پسفنده ای که استفاده میشه برای این فل ر هستش چون به حرف صدا دار خط شده ر گرفت پس میگه استر میسینیز یعنی آیا میخواید اینم که میدونید سوالیه استر میسینیز آیا میخواید آشنا بشید آیا میخواید منو هم بشناسید من بیر تیمسهم بن من یک تمساه هستم بیس گللرده و نهیرلرده یشی بیز بیس گللرده گل یعنی دریاچه و نهیرلرده و میگه ما در دریاچهها و نهیرلرده و در نهرها یاشی یه روز زندگی میکنیم حواستون باشه که بونفلمون یاشه هست از یاشامات به معنی زندگی کردن پسند ایور به بونفل اضافه شده اوز هم که شناسه فردیه نگید بونفل یاش هست ها نه بونفل یاشا هست چون به حرف زاده داره آخر شده بوده توی فلای حال استمراری توی همین داستانی اول ساله هم بهتون گفتم آباد هست بشه پسوند حال صدای استمراری بتونه به بن فل اضافه بشه پس میگه ما توی دریاچه ها و نهرها زندگی میکنیم سویو چک سوی و روز آب را خیلی دوست داریم سویو یه میانجی او هم به معنی را مفعولیه آب را خیلی دوست داریم چک سوی و روز هم سودا هم کارادا یشی و روز هم یعنی هم سودا یعنی در آب هم کارادا کارا منی خشکی میده میگه هم سودا هم کارادا هم تو آب هم تو خشکی یشی و روز زندگی میکنیم بیزده آسلانلر گیبی ات ایله بسلنیوروز بیزده ما هم آسلانلر گیبی میگه ما هم مثل شیرها ات ایله با گوشت بسلنیوروز تغذیه میشیم بعد میگه چنمیز چو گیچلو دور چنه یعنی آرواره فک چونه میگه آروارمون خیلی قویه چو گیچلو دور چنه از همون چونه و آرواره میاد پسند ملکی بهش اضافه شده چنمیز چو گیچلو دور خیلی قوی است دریمیز چو کلندر دری یعنی پوست دریمیز پوستمون من چو کلندر خیلی کلوفت است بنیم بایون 3 metre. Bazı arkadaşlarımın boyu 4 metredir. Benim boyum mi ki kademen? Benim boyum kademen 3 metre, 3 metre. بعضی ارکادشلارمین بیو، بعضی ارکادشلارم تا اینجا میشه بعضی دوستان نم این پسفند ملکیه و بعد هم این رو میگیره که مضافون الی هست در واقع اینجا و بعد هم به مضاف هم پسفند او اضافه میشه که میگه چی؟ بعضی ارکادشلارمین بیو، یعنی قد بعضی از دوستانمون دورت متر دیر چهار متر است یه بار میخونم Üçüncü bölümde suyun üzerinde Hayvanın kafası yavaş yavaş dışarı çıktı. Hey beni de tanımak ister misiniz? Ben bir timsahim. Biz göllerde ve nehirlerde yaşıyoruz. Suyu çok seviyoruz. Hem suda hem karada yaşıyoruz. Biz de aslanlar gibi et ile besleniyoruz. Çenemiz çok güçlüdür. Derimiz çok kalındır. Benim boyum 3 metre. Bazı arkadaşlarımın boyu 4 metredir. Hop. صفحه بعدی. سپس یولا دومم ettik. سپس یولا دومم ettik میگه بعد به راه ادامه دادیم یولا ب. یولا یعنی راه یولا به راه دومم ادامه دادیم دوام اتیکتی پس من گذشته زشت از دومم میاد. میگه بعد به راه ادامه دادیم. سردا یلانلار ورد سردا یعنی در ردیف. داریم که به ادامه دادیم تو ردیف یلانلار مارها وارد وجود داشتند یک یکلش از یکلش مک به معنی نزدیک شدن بعد پسفند فعل گذشته ساده اضافه شده و بعد هم شناسه فردی یکلشتک نزدیک شدیم دیه بیسس گلدی میگه یه صدایی مثل تس گلدی اومد یه صدای اینجوری اومد دیه بی سس گلدی یعنی یه صدای اینجوری اومد تس گلدی آمد مرحبا چوچکلار بن بیر یلانم سلام بچه ها بن بیر یلانم من یک مار هستم شناسه فردی بعد میگه بنده سیزینله بنده سیزینله آرکاداش اولماک istiyorum. بنده من, من هم بنده من, من هم سیزینله دوباره می بینید با شما اینجا چی اومد زمیر ملکی اومد با پسوند ل گفتم وقتی بخوایم لابل ل رو به زمیر اضافه کنیم بخوایم بگیم با من با تو با شما بعد زمیر زمیر ملکی باشه گفت سیزینله با شما آرکاداش اولماک ایستییروم میخوام دوست بشم آرکاداش اولمک istiyorum این هم یک گرامری است که خب خیلی استفاده میشه این بالا بهتون میگم آرکاداش اولماک که یعنی دوست شدن بدونید فعل به صورت مستر میاد و فعل دوم که فعل اصلی جمله هستش یعنی خواستن صرف میشه اینجا میگه استیوروم در واقع فعل ما به صورت مستر میاد بعد فعل استمک که به معنی خواستن هستش این صرف میشه من این بالا هم براتون نوشتم که میگه استیوروم استه بونه فلمون بوده به حرف خط شده حذف شده و بعد با تعجب حرف صدادار باقی مونده در بنفل پسوند حال ساده استمراری اضافه شده اینو توی داستانه قبلی خیلی بهتون گفتم این فعل حال ساده استمراری و بعد هم اون اضافه میشه که شناسه فردیه میگه آرکادوش اولماکیس دیوروم یعنی میخوام که دوست بشم پس حواستون باشه هر جایی که بخواید صحبت کنید و بگید میخوام فلان کار رو انجام بدم باید اون فعل رو اون کاری که میخواید انجام بدید رو به صورت مستر بیارید مثل اینجا و بعد فعل اصلیتون توی جمله میشه استمک یعنی میخواهم یعنی دوست شدن را میخواهم اینجوری بعد معنی کنید دوست شدن رو میخواهم اینجوری معنی کنید تو ذهنتون بمونه اما وقتی بخواید تو ترجمه سلیس فارسی بگید باید بگید میخوام که دوست بشم بیلیور موسونوز آیا میدونید بیلیور موسونوز فعل حال ساده استمراری بیل از بیل مک دانستن یورم که پسندشه بیلیور موسونوز آیا دونید بیزیم کولاهمز یک میگه ما گوش نداریم بیزیم کلاهمز یک ما گوش نداریم بیزیم زمین ملکی کولاک گوش بوده خب من اینجا براتون می نویسم کولاک یعنی گوش وقتی که میخوایم اینجا پسند ملکی بهش اضافه کنیم با حرف صدادار شروع میشه طبق قاعده نم شدن حروف سامت بعد از حرف که چون حرف صدادار اومده تبدیل به یوموشاک میشه به خاطر همین اینجا گفت کولاهمز بیزیم کولاهمز یک یعنی ما گوش نداریم ما بخوایم بگیم توی زبون ترکی استانبولی دارم ندارم چیزی دارم یا ندارم به این شکل باید حتما ترکیب اسمی درست کنیم به این شکل پسند ملکی اضافه کنیم و در انتها یک و یا وار رو بیاریم این یک گرامر مهمی است که اینا رو قبلا توی ویدیوی درسی بهتون گفتم اگه همراه همون بوده باشید بنابراین میگه بیزیم کلامز یک. که اینجا هم دارم مرور میکنم این گرامه رو رام میگه ما گوش نداریم اگه تحت لفظی منی کنیم میگه گوش من وجود ندارد که اینجوری منی نمی کنیم دیگه ما تو زبان فارسی میگیم گوش نداریم اونا تو زبان ترکی استانبولی اینجوری میگن زمیر ملکی کلمه پسند ملکی یوک ساده انتهای جمله میاد بیزیم کلامز یوک سسلری دوی مجوروز. آنجا کیسته دیوروز میگه صداها رو نمیشنویم ولی حس میکنیم سسلری یعنی صداها را ای مفعولی دوی میوروز دوی از دوی ماک به معنی شنیدن پسوند منفی فعل حال ساده استمراری مویور اضافه شد و بعد هم شناسه فردی دوی میوروز آنجا آنجا یعنی نی ولی هیس دیوروز هیس دیوروز این فعل از فعل هیستمک هستش من این پایین براتون مینویسم هیست مکس بون فل هیست بعد از اون چون میخواستیم پسفند فعل حال ساده استمراری رو بیاریم و در ادامه شناسه فردی چون بعد از حرف ت حرف صدادار قرار گرفته تبدیل به د میشه اینجا دارید د رو میبینید هی سد یوروز حس میکنیم بعد میگه ayaklarımız ve ellerimiz de yok ama hareketlerimiz çok میگه ayaklarımız ve ellerimiz de yok داره میگه دوباره میبینید داره میگه ayaklar تا اینجا میشه پاها بعد پسند ملکی اضافه شد بعد دوباره گفت ال یعنی دست الر یعنی دست ها دوباره ایمیز اضافه شد ayaklarımız ve ellerimiz de هم yok yani و دست هم نداریم میگه پا و دست هم نداریم جمع بسته یعنی پاها و دست ها هم نداریم که به این شکل فارسی معنی میکنیم میگیم پا و دست هم نداریم میبینید مثل این قاعده بالایی که بهتون گفتم ترجمه میشه دیگه بالا گفتیم بیزیم کلارمز یوک اینجا داره میگه آیا و الریمز ای ده یک پس حواستون باشه اما حرکت لرمیز چوک هزل میگه اما حرکت هامون حرکت یعنی حرکت ها پسوند ملکی حرکت چوک هزل خیلی سریع است. بعض یلانلار بعض یلانلار یعنی بعضی مارها 10 سنتی متره بعض یلانلار 10 متره دیر. بعض یلانلار یعنی بعضی مارها ده سانتی سانتیمتر متر رو به این شکل توی زبان ترکی استانبولی هم نشون میدیم به این شکل که دارید میبینید اما حواستون باشه وقتی میخوایم بگیم تلفظ کنیم میگیم سانتی پس میگه بازی یلانلار بعضی مارها اون سانتی متره بازی یلانلار 10 متره دیر بعضی مارها ده سانتی متر بعضی مارها ده متر هستند بیریلدا ایکی دفا دری دهیشتیری و یعنی در یک سال ایکی دفاع دو دفعه دری دهیشتیری دری یعنی پوست دهیشتیری و روز عوض میکنیم میگه تو سال دو بار پوست عوض میکنیم دهیشتیر از دهیشتیر مک هست به منوی عوض کردن بعد پس فعل حال ساده دی و در اینطا هم شناسه فردی دهیشتیری روز یعنی عوض میکنیم ده بعد میگه یعنی دریمیز ایله ده پرلک اولیو روز ددی گفت میبینید فعل رو در انتها ورد چون جمله رو داخل کوتیشن قرار داده بود از اینجا شروع شده بود که گفت مرحبا تا اینجا که تموم شد پس گفت ددی یعنی گفت بعد گفت یعنی دریمیز ایله یعنی با پوست جدیدمون یعنی دریمیز ایله یعنی با پوست جدیدمون پسند امریکی. اینم ایله به معنی با میگه با پوست جدیدمون داها پارلک اولی و روز داها پارلک این هم یک گرامر داها قبل از صفت میاد و صفت تفصیلی رو درست میکنه پارلک یعنی براق بر وقتی با داها میاد میشه براقتر بر شما هر صفتی رو بعد از داها میتونید بیارید و ازش صفت تفصیلی درست کنید داها پارلک براقتر بر اولی و روز میشویم اول از اولمک معنی شدن او یور پسوند فعل حال ساده استمراری و اوز هم که شناسه فردی ده ها پارلاک اولوی روز یعنی برراختر می شویم بعد میگه یلانلارن آیاکلری یکتو اما چوک لرده لاردی آیاکلری آیکلاری یکتو ببینید دوباره از اون همون قانونه داره استفاده میکنه میگه یلانلارن پسوند اضافه شد آیاکلری یعنی مارها پا ندارن یلانلارن آیکلاری میبینید پسوند ملکی اضافه شد و در انتها گفت چی؟ یوک تو اینم که پسند گذشته است به یوک اضافه شد میگه مارها پا نداشتن یلانلرین آیکلری یک تو اما چو لارد یعنی خیلی سریع بودند هم داره در مورد مارها میگه که سریع بودند به خاطر همین لار رو اضافه کرد و همچنین دی هم که گذشته است بونا چوک ششردک بونا چوک ششردک میگه از این خیلی تعجب کردیم ما تو زبون فارسی میگیم از چیزی تعجب کردن اما تو زبون ترکی استانبولی میگن به چیزی به خاطر همین پسند آ اضافه شده بونا چوک شاشرده. یعنی از این خیلی تعجب کردیم yine bar mıkonum sonra yola devam ettik sırada yılanlar vardı yaklaştık tıs diye bir ses geldi merhaba çocuklar ben bir yılanım ben de sizinle arkadaş olmak istiyorum biliyor musunuz bizim kulağımız yok sesleri duymuyoruz ancak hissediyoruz ayaklarımız ve ellerimiz de yok ama hareketlerimiz çok hızlıdır bazı yılanlar 10 cm bazı yılanlar 10 metredir bir yılda iki defa deri değiştiriyoruz. Yeni derimiz ile daha parlak oluyoruz dedi. Yılanların ayakları yoktu ama çok hızlılardı. Buna çok şaşırdık. Safiye Badi Yılanların yanından ayrıldık. Mige az pişe marha coda şodim, raftim. Xob, yılanların yanından, yani az pişe marha, inan mi bilin, yani... بعد نیه میانجی و بعد هم دان اومده میگه از پیش مارها آیرلدک یعنی جدا شدیم آیریل از آیریل ما یعنی جدا شدن ترک کردن و بعد هم پسوند فل گذشته ساده اضافه شد و شناسه فردی آیرلدک فیلرین یعنی نگیدتی میگه فیلرین فیلر یعنی فیلها فیلرین پسفند مضافان له ین فیلرین یننا یعنی به پیش این نیمی اینم آب من یه به بی. به پیش فیلها گیتیک رفتیم گیتیک فیل گذشته ساده فیلر گرچکتن چک büyük تو میگه فیلها واقعا خیلی بزرگ بودن فیلر فیلها فیلا واقعا خیلی بزرگ بودن هرتومیله بیزه سلام وردی یعنی با خورتومش به ما سلام کرد خورتومو یعنی خورتومش حالا چون داریم در مورد فیل ها اینجا صحبت میکنیم گفت فیلر داره میگه خورتومو یعنی خورتومشون این پسند ملکیه خورتوم یعنی خورتوم خورتومو یعنی خورتومش ایله یعنی با میگه با خورتومشون بیزه به ما بیزه به ما سلام وردی سلام کردن سلام دادن سلام ورمک میبینید اینجا وردی دیم که پسفند فعل گذشته ساده است سلام وردی سلام کردن سلام دادند فیلرده ده کنشتو فیلر ده یعنی فیلها هم بیزیمله میبینید دوباره اینجا پس اینجا زمیر ملکی با پسفند ل اومده با ما کنشتو با ما صحبت کردن فیلر فیل ها هم بی زیمله کنوشتو با ما صحبت کردن مرحبا من بیر فیلیم سلام من یک فیل هستم فیلیم شناسه فردی کارادکی این ار جانلار بیزیز کارادکی می بینید این پسوند اضافه شده کارادکی این ار جانلار این ار این هم یک گرامر جدیده علامت میزنم این هم این ار جانلار بیزیز یعنی سنگینترین ترین موجودات زنده که روی خشکی هستن ما هستیم ان وقتی که میاد قبل از صفت صفت عالی رو میسازه مثل اینجا که داره میگه چی ان آر یعنی سنگین ترین جانلی یعنی موجود زنده جانلار یعنی موجودات زنده بیزیز بیز یعنی ما اینم که شناسه فردی بیزیز ما هستیم میگه کارادکی این آر میگه سنگینترین موجودات زنده که در روی خشکی هستن ما هستیم پس من دا داکیه تو سبحات قبلی بهتون گفتم من یه دیبین کیلویوم میگه من هفت هزار کیلو هستم هفت هزار کیلو هستم بین یعنی هزار کیلو یوم یه میانجی هم شناسه فردی بعد میگه بازی آرکادش لاری سکیز بین کیلو میگه بازی آرکادش ایسه میگه بعضی دوستانم هم بازی آرکادش بعضی دوستانم ایسه یعنی هم سکیز بین کیلو هشت هزار کیلو هستند هورتوموموز یعنی خورتوممون پسوند ملکی هورتوموموز ایله نفس آلیوروز میگه با خورتوممون با خورتوممون نفس آلی و روز نفس میکشیم نفس آلماک نفس کشیدن پس فعل حال ساده استمراری اینجا اضافه شد آلی و روز این هم شناسه فردی بعد میگه سو چی و روز آب می سو ایچی و روز ایچ از ایچ مک نوشیدن پس فعل حال ساده استمراری و شناسه فردی ارکادش لارمزلا ها و روز یعنی با دوستانمون آرکاداش دوست لار دوستان ارکداشلرمز دوستان من لا که به با هست میگه میگه با دوستانمون هابلشی و روز یعنی ارتباط میگیریم هابرلشمک یعنی ارتباط برقرار کردن میگه با دوستانمون ارتباط برقرار میکنیم هابرلش از هابرلش مک ارتباط برقرار کردن هست پسفند فعل حال ساده استمراری و در انتها هم شناسه فردی پس گفت با خورتوممون خورتوموز ایله نفس میکشیم آب مینوشیم با دوستانمون ارتباط برقرار میکنیم بیگونده گنده یا کلاشک کیلو اوتی یو روز که در یک روز یا تقریبا 200 یوز کیلو دیویز کیلو اوت علف میخوریم یه یوروز روز فعل حال ساده استمراری از یمک بون فعل یه از یمک مک پسند ایور به بن فعل اضافه شده نکتر شد توی داستانه قبلی بهتون گفتم یه بوده که احس شده پسوند ایور اضافه شده در ادامه میگه ایکی یوز لیتره سو ایچی یوز دیویس لیتر آب مینوشیم ایچ از ایچمک معنی نوشیدن پسوند ایور اضافه شده و اوز هم که شناسه فردیه ایچی و روز می نوشیم ایچ از ایچمک پسوند حال ساده است اوز هم که شناسه فردی آیل میزله بیلیکته یشی و روز ددی آیل میزله آیل خانواده میز پسند ملکی آیلمیز ل به معنی با آیلمیز ل بیلیخته یعنی همراه با خانوادهمون حواستون باشه بعد از ل که میاد اینجوری منی میکنیم همراه با خونوادهمون یا شی روز زندگی میکنیم یا شا فلمون از یا شامک به معنی زندگی کردن بونه فعل یا بوده که همونطور که قانونش رو قبل هم بهتون گفتم هر فسادادار آ حذف شده و بعد پسوند ایور بهش اضافه شده اینجا دارید میبینید دقیقا اتفاقی که برای ییوروز هم اینجا افتاد میگه با خانوادمون همراه با خانوادمون زندگی میکنیم یه بار میخونم یلانلارن yanından آیرلدک فیللرین yanına گیتیک فیللر گرچکتن çok بیوکتو هورتومی ایله بیزه سلام وردیم فیللر ده بیزیمله مرحبا بن Karadaki en ağır canlılar biziz. Ben 7000 kiloyum. Bazı arkadaşlarım ise 8000 kilo. Hortumumuz ile nefes alıyoruz. Su içiyoruz. Arkadaşlarımızla haberleşiyoruz. Bir günde yaklaşık 200 kilo ot yiyoruz. 200 litre su içiyoruz. Ailemizle birlikte yaşıyoruz dedi. Safiye Bedi. صالح میگه 2 کیلو اتمو میگه 200 کیلو علف آیا 200 کیلو علف دمت میگه 100 لیتر سومو 200 لیتر آب آیا داره سوال میکنه میبینید که مو یعنی آیا داره سوالی میکنه دمت و بن چوک شاشردیک میگه دمت و من خیلی تعجب کردیم فیلر گرچکتن چوک بیوک میگه فیل ها واقعا خیلی بزرگ هستند یه بار میخونم 200 کیلو اوت مو 200 لیتر سو دمت و بن چوک شاشردیک فیلر گرچکتن چوک بیوک فیل Bakın yan tarafta komşum örümcek var gördünüz mü dedi mi gibi گفت حالا جمله داخل کوتیشن رو میخونیم میگه fil گفت bakın کن نگاه کنید فعل امری هست از فعل بکمک مارک معنی نگاه کردن میگه نگاه کنید یان طرفتا یعنی در کنار یان طرفتا یعنی در کنار کمشوم کمشو یعنی همسایه کمشوم پسوند ملکی میگه همسایه ام ارومجک وار ارومجک یعنی انکبوت داره تو این تصویر نشون میده ارومجک وار میگه نگاه کنید در کنار همسایم هم انکبوت وار هست گردونوزمو آیا دیدید؟ گردونوزمو سوالی کرده فعل گذشته ساده رو گر از گرمک دیدن دو پسفنده فعل گذشته ساده و بعد هم شناسه فردید گردونوزمو دیدی سنرا ارمجکلرین یا ننا گیتیک میگه بعد به پیش انکبوت ها رفتیم ارمجکلرین یا ننا میبینید دیگه یا ننا رو یاد گرفتید یا یعنی به پیش انکبوت ها گیتیک رفتیم بو بلومده فرقلی رنگ لرده ارمجکلر میگه چی؟ میگه بو بلومده توی این قسمت توی این بخش فرقلی رنگلرده یعنی در رنگ های متفاوت ارمجکلر انکبوت ها وجود داشتن که بهتر من این کنیم میگیم توی این بخش انکبوت ها در رنگ های مختلف وجود داشتن کهوه رنگی بیر ارمجک کهوه رنگی بیر ارمجک باجکلارنی اوینتی و کنشتو کاهوه رنگی بیر ارومجک میگه یک انکبوت قهوه صفت اول عدد بد میاد و بعد استو معنی که میخوایم بکنیم میگیم یک انکبوت قهوه ای یعنی پاهایش را باجاک پا باجاک پاها باجاک پاهایش نیه میانجی ای به معنای را پاهایش را اوینت اوینت یعنی جنبوند اوینت از اوینت مک هست به معنی جنبوندن پسوند فعل گذشته ساده هم اضافه شده پس بن فلمون اوینت هست از اوینت مک میگه اوینت جنبوند و کنشتو و صحبت کرد دوتا تا فعل گذشته ساده مرحبا من بیر ارمجهیم سلام من یک انکبوتم میبینید ارمجهیم خود انکبوت میشه چی؟ ارمجهک من این بالا براتون مینویسم ارمجهک یعنی انکبوت اما اینجا وقتی میخواد بگه من انکبوت هستم شناسه فردی میخواسته بهش اضافه بشه شناسه فردی برای اول شخص مفرد چون بعد از حرف که حرف صدادار اومده که تبدیل به یوموشاک شده چیزی که اینجا شما دارید الان میبینید ارمجهیم میگه من یک انکبوتم. بیزیم سکیز باجا وار میگه ما هشت پا داریم میبینید بیزیم اینجا پس اینجا زمیر ملکی را آورد سکیز باجا یمیز با یعنی پا ایمیز پسند ملکی بهش اضافه شده این هم طبق قاعده نمع شدن حروف سامت به این شکل تغییر کرده باجاک یعنی پا به اضافه پسوند یمیز شده چون بعد از حرف که حرف اومده تبدیل به یومشکه شده با جمز وار میگه ما میبینید بیزیم سکیز باجاهمز وار یعنی ما هشتا پا داریم بوجکلرله بسلنیوروز بوجکلرله بوجک یعنی حشره بوجکلرله یعنی با حشرات تقضیه میشیم بسلنیوروز چوک سالم و اسنک آ یا چوک سالم و اسنک آ یا خب سالم یعنی چی؟ یعنی محکم استوار سالم یعنی محکم استوار اسنک یعنی کشدار کشدار قابل ارتجا آ هم یعنی تار تار بود خب میگه تار قابل ارتجا و خیلی محکم و استوار میسازیم یا پی و روز درست میکنیم یا, یا پس یا مایک پسوند فعل حال ساده استمراری و در انتها هم شناسه فردی بو آلار بیزیم اوی میز دیر بو آلار میگه این تارها بیزیم اوی میز دیر خونمون هست بیزیم اوی میز دیر خونمون است ددی گفت diye Fil bakın, yan tarafta komşu örümcek var. Gördünüz mü?" dedi. Sonra örümceklerin yanına gittik. Bu bölümde farklı renklerde örümcekler vardı. Kahverengi bir örümcek bacaklarını oynattı ve konuştu. "Merhaba, ben bir örümceğim. Bizim sekiz bacağımız var. Böceklerle besleniyoruz." Çok sağlam ve esnek ağ yapıyoruz. Bu ağlar bizim evimizdir." dedi. Safiye badi بر بیچک یابانی حیوانلا تننشک بردا میگه در اینجا بیچک یابانی حیوانلا با تعداد زیادی حیوان وحشی آشنا شدیم نکش و قبلتر بهتون گفتم بعد از ب چک کلمه ای که قرار میگیره باید مفرد بیاد یابانی هم که سفتشه لا هم که معنی با میگه اینجا با تعداد زیادی حیوان وحشی آشنا شدیم تننش از تنشمک معنی آشنا شدن تو هم که پسند فعل گذشته ساده تننش چکش کپسنن یاندا چکش کپسنن یانیندا میگه در کنار در خروجی گیریش رو یاد گرفتید ورودی اینجا هم چکش رو دارید یاد میگیرید خروجی کپ در کپ س تا اینجا میشه در خروجی و بعد هم اینجا پسوند مضافانه اضافه میشه کپسنن یاندا تا اینجا شد چی؟ که گفتم میشه پیش در ورودی که وقتی که نی میانجی قرار میگیره و دا کلش میشه در پیش در کنار در ورودی گفتم تو آدرس یا استفاده میکنید در کنار در خروجی افجیل حیوانلار تابلاسی وارد افجیل حیوانلار تابلاسی یعنی تابلو حیوانات خونگی وجود داشت وارد تابلا یعنی تابلو بعد میگه Demet'in elini tuttum. Haydi tavşanlara gidiyoruz dedim. Demet'in elini. Mige deste. Demet'in eli. Tencere bir şey Demet. Ne yemiyancı iyiyim ki mama ra. Mige deste Demet ra. Tuttum. Gereftem. Fele gozaşte sade. tuttas tutmak. Gereftem. Haydi tavşanlara gidiyoruz. Yalla mirim. Besamte. خرگوش ها تافشان لا را به سمت خرگوش ها گیدی و روز می رویم گیت از گیت مک پسوند فعل حال ساده استمراری اضافه شد و شناسه فردی گیدی و روز ددیم گفتم می بینید جمله رو اینجا بیان میکنه داخل کوتیشن و در آخر فعل رو آورد گفت دست دمت رو گرفتم و گفتم یالا میریم بشه خرگوش ها بو بلومی تک تک گزدیک میگه این بخش رو هم بی bu bölümü de in başırı ham tek tek tak tak gezdik gشتim gez dik gezdik evcil hayvanlar yani hayvanatı konge evcil hayvanların hayatı yaniçi yani zendegi hayvanat konge ham بیزی چوک ششرت بیزی یعنی ما را چوک ششرت ششرت از ششرت ما یعنی متعجب کردن ما تو مبود کردن حواستون باشه ششیر از ششیر ما یعنی تعجب کردن ششرت از ششرت ما یعنی متعجب کردن میگه زندگی حیوانات خونگی هم ما رو خیلی متعجب کرد پس فند فعل گذشته ساده اضافه شد چوک یوریدوک میگه خیلی راه رفتیم چوک یوریدوک و یورولدوک و خسته شدیم یورول از یورول ماک به خسته شدن بعد از اون هم که پسفند فعل گذشته ساده ایلنجلی بیر گوندو میگه یک روز سرگرم کننده بود یه روز مفرح بود گوندو دو گذشته ساده به اسم اینجا اضافه شد ایلنجلی بیر دو بعد میگه عربادا هب بیلکته علی بابانن چفتلی شرک سنی سویلدیگ عربادا هب میگه توی ماشین همه با هم علی بابانن چفتلی شرک این کلش اسم اسم این شعره است میگه همه با همون شعر و ترانه مزرعه علی بابا رو خوندیم شارک ترانه پس منده سه اضافه شد نه میانجی میان ای هم که به منده را میگه ترانه مزرعه علی بابا رو خوندیم علی با حرف بزرگ بابا با حرف بزرگ بعد هم چیفت لی با حرف بزرگ کلش میشه مزرعه علی بابا که خود اینم که دارید میبینید پسوند مزافانه لای پسوند مزاف که میشه مزرعه علی بابا که در انتها هم کل این شارکسی شد مزافش برای کل این عبارت گفت ترانه مزرعه علی بابا رو سویل دیک خوندیم سویل از سویل مک پسوند فعل گذشته ساده اضافه شد و شناسه فردی در انتها خوندیم گفت آهنگ مزرعه علی بابا رو خوندیم بعد میگه هایوان سسلرینی چی کردک هایوان سسلرینی مضافون لعی مزاف سسلری تا اینجا شد صداهای حیوانات بعد نیه میانجی و بعد این به معنی را میگه صداهای حیوانات رو درآوردیم چیکار از چیکار مک به معنی درآوردن د پسوند فعل گذشته ساده و در انتها هم شناسه فردی گفت صداهای حیوانات رو درآوردیم خب میخونم علی بابا نین بیر لیوار علی بابا نین بیر لیوار دوباره از اون قانونه داره استفاده میکنه علی بابا یه مزرعه داره میبینید پسوند مزافون لی من هایلایت کنم علی بابا نن بیر چیفت لیی خود مزرعه میشه چیفت لیک چون میخواد بعد از اون پسوند ملکی اضافه کنه که میبینید با حرف صدادار هست حرف که حتما باید نرم بشه علی بابا یه مزرعه داره چیفت لینده وار چیفت لینده یعنی تو مزرعه چیفت لی تا اینجا که یاد گرفتید چیفت بعد نگه میانجی اومده و بعد در میخواد بگه تو مزرعش کزولاری وار دوباره اینجا لاره رو دارید پسند ملکیه که بعد میخواد بگه داره که بهتون گفتم باید پسوند ملکی به ترکیبات توی جمله اضافه بشه وار هم در انتها میاد گفت توی مزرعش بره ها داره بره داره مه مه دیه بارر میگه مه 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 دیه بارر میگه اینجوری داره صدای بره رو در میاره دیه بارر اینجوری فریاد میزنن باور از باور ماک به با معنی فریاد زدن هستش که اینجا دارید میبینید خب باور ماک این فعل فعل زمان گسترده هست باور از باور ماک هست به اضافه پسوند ایر شده که این پسوند رو اینجا دارید میبینید این فعل زمان گسترده هست یعنی اینجوری داد میزنن باور ار. بعد میگه <مزرع> چیتلیند علی بابانن یعنی توی مزرعه علی بابا به خاطر اینکه اینجا میخواد قافیه شعر رو کنه اومده چیتلیند رو اول آورده در واقع بعد می بود علی بابا نن چیفت چیتلیند که ما وقتی میخوایم معنی کنیم میگیم توی مزرعه علی بابا مثل ما که تغییراتی وقتی میخوایم شعر بگیم انجام میشه توش اینا هم به همین شکل پس گفت چیفت لیند یعنی تو مزرعه علی بابا نن. این هم که مضافانه لیه که چیفت لین برمیگرده به خود علی بابا بعد میگه علی بابانن بیر چیفت وار دوباره داره تکرار میکنه علی بابا یه مزرعه داره چیفت لینده اینکلری وار توی مزرعهش گاو ها داره میبینید دوباره اینجا چیفتلیی نه یی آنجی میانجی رو اضافه کرده د در اینک اینک یعنی گاو اینکلری پسند ملکیه و بعد, بعد میگه وار پسند ملکی به اینک اضافه شده یعنی گاو ها یش که وقتی میخوایم معنی کنیم چون وار اومده میخوایم بگیم ها دارد ما دیه باورر میگه اینجوری فریاد میزنن مم که صدای گاو رو داره در میاره چیفت لینده علی بابانن دوباره میگه تو مزرعه علی بابا علی بابانن بیر چیفت وار علی بابا یه مزرعه داره چیفتلینده لینده وار میگه تو مزرعهش مرغ ها داره مرغ داره دوباره میبینید دیگه اینو یاد گرفتید چیفت لینده رو یاد گرفتید که به چه شکله گفت توی مزرش تاوک لاره وار لاره هم پسند ملکیه تاوک مرغ یعنی مرغ ها داره گت گت گداک گت گت گدک دیه باورر میگه اینجوری فریاد میزنن صدای مرغ رو گفت چیفت لینده علی بابانون توی مزرعه علی بابا یه بار میخونم کلش Arabada hep birlikte Ali Baba'nın çiftliği şarkısını söyledik. Hayvanların seslerini çıkardık. Ali Baba'nın bir çiftliği var. Çiftliğinde kuzuları var. Me me diye bağırır. Çiftliğinde Ali Baba'nın. Ali Baba'nın bir çiftliği var. Çiftliğinde inekleri var. Mo mo diye bağırır. Çiftliğinde Ali Baba'nın. Ali Baba'nın bir çiftliği var. Çiftliğinde tavukları var. Git git gidak, git git gidak diye bağırır. Çiftliğinde Ali Baba'nın. Hop. Der edame. علی بابا نین بی چیفتلی وار علی بابا یه مزرعه داره چیفتلینده ارلاری وار میگه توی مزرعهش زنبور داره ار زنبور ارلاری یعنی زنبورهایش پسند ملکیه وار که گفتیم اینجوری معنی میکنیم توی مزرعهش چیفتلینده وار زنبور داره وز وز دیه اوچوشور ویز ویز دیه اوچوشور اوچوش از اوچوش مک هست یعنی با هم دیگه پرواز کردن اون هم که فله زمان گسترده رو داره به ما نشون میده من اینجا براتون می نویسم اوچوش از اوچوش ماک فعلمونه به اضافه پسوند اور شده که این یکی از پسوندهایی هستش که به بن فعل اضافه میشه از زمان گسترده و فعل زمان گسترده رو میسازه میگه اینجوری با همدیگه پرواز میکنن ویز ویز بعد میگه چیفت لینده علی بابانن توی مزرعه علی بابا علی بابانین نین بی وار علی بابا مزرعه داره چیفلینده که دیلری وار توی مزرعش گربه ها داره گربه داره اینم پسند ملکی میاو میاو دیه باغرر میگه اینجوری فریاد میزنن میاو میاو چیفلینده علی بابا توی مزرعه ی علی بابا علی بابانین نین بی چیفت وار علی بابا مزرعه داره چیفلینده کپکلری وار توی مزرعش سگ داره سگ ها داره این پسند ملکیه هاو هاو دیه باورر میگه هاو هاو اینجوری فریاد میزنن چیفت لینده علی بابانن یعنی توی مزرعه علی بابا سون را اوی میزه دندوک بعد به خونمون بر گشتیم اوی میزه اوی میزه به خونمون دندوک بر گشتیم فعل گذشته ساده یه بار میخونم علی بابا نین بی چیفت وار. Çiftliğinde arıları var. Viz viz diye uçuşur. Çiftliğinde Ali Baba'nın Ali Baba'nın bir çiftliği var. Çiftliğinde kedileri var. Miau miau diye bağırır. Çiftliğinde Ali Baba'nın Ali Baba'nın bir çiftliği var. Çiftliğinde köpekleri var. Hav hav diye bağırır. Çiftliğinde Ali Baba'nın sonra evimize döndük. و بریم سراغ صفحه بعدی صالح ارکادش میگه صالح به دوستانش ارکادش دوستانش نه میانجی آب من به به دوستانش میگه اینجوری گفت دون چو گزل بیر گندو دن دیروز چو گزل بیر گندو یک روز خیلی خوب بود پسوند گذشته ساده به اسم اضافه شد میوزه و هایوانلار لار چوک ایتکیلیجی دی یعنی تحصیل گذار یه میانجی و بعد پسوند گذشته ساده به صفت اضافه شده میگه خیلی تحصیل گذار بود باشکا بیگون ده هب گیدلیم میگه یه روز دیگه هم هب بیلکته همه با هم بریم گیدلیم این گیدلیم فعل التزامی هستش که توی داستانه قبلی توی داستان دو داستان قبلی بهش برخورد کردیم گیدلیم گیت از گیتمک به اضافه پسوند الیم بعد از حرف ت حرف ا اومده به خاطر همین طبق قاعده نشدن شدن حروف سامت ته تبدیل به د میشه گیدلیم بریم بچه ها میگن چوجوکلار اوت ای اولور و آره خیلی خوب میشه چوک ای اولور این فعلم فعل زمان گسترده است بن فعل اول از اولما به اضافه پسوند اور شده که این فعل زمان گسترده است چوک ای اولور سالیه میگه، تمام بابامو سویلریم، فررن همپ بیلیکت کننچور، پلان میکنیم، تمام باشه، بابامو سویلریم، به بابام میگم، باباما به بابام سویلریم، فعلا زمان گذشت اردست، سویله از سویلمک به اضافه پاسمان در شده که این هم گفتم یکی از پاسمان دی هست که زمان گسترده رو میسازه به اضافه شناسه فردی، سویلریم میگم، فررن فردا همپ همه همه باهم کنوشور پلان یاپارز یعنی صحبت میکنیم برنامه میریزیم کنوشور دوباره اینجا کنوش از کنوشمک هست به اضافه پسوند اور شده دوباره این هم فعل زمان گسترده هست مثل اینجا هر دوتا تا فعل زمان گسترده هستن کنوشور و بعد میگه پلان یاپارز در ادامه میگه پلان یا پارز پلان یاب از پلان یا به اضافه پسفند آر شده این پسفند هم پسفند زمان گسترده هست پسانده زمان گسترده متنوع و مختلف هستن توی سه دسته بهتون کامل توی درس نو هست کتاب ایتیت یک آموزش دادم اگر نیاز دارید حتما ویدیوهای درس نو رو ببینید پلان یا پارز و بعد هم شناسه فردی اومده دقت کنید ما اینجا چون دو تا فعل پشت سر هم اومده شناسه رو به آخرین فعل اضافه کرده چون فایل یکیه گفت کنوشور پلان یا پارز. دیگه نگفت کنوشور روز پلان یا پارز. گفت صحبت میکنیم و برنامه میریزیم به با بار نگیدین. این سوم شخص مفرده در واقع چون دو تا فعل اومده توی یک جمله برای یک فاعل شناسه به آخری داده به خاطر همین اینجا شما از رو دیدید ولی اینجا کنشور را خالی دیدید یه بار میخونم دون چوک گیزر بی گندی موزه و حیوانات چوک اتکیلیجی دی باشکا بی گنده هپ بیلیکته گیدلیم Evet çok iyi olur. Tamam babama söylerim. Yarın hep birlikte konuşur. Plan yaparız. خب امیدوارم که خیلی خوب یاد گرفته باشید داستان فوق العاده فوق العاده خوبی و پر ای بود ما کل نکته گرامری رو تو همین داستان یاد گرفتیم و خب از نظر سطحی هم داریم میریم سراغ سطحی بالاتر از سطح آی آیک از سطح آدو امیدوارم که خیلی خوب یاد گرفته باشید بریم سراغ تمریناتش بول ایلن پیشنهاد میکنم تا این تایی ویدیو همراه هم باش تمریناتش دیگه تثبیت میکنه تمام مواردی که یاد گرفتیم سورولاری جواب لاین میگه سوالات رو جواب بدید سالی و آیلسی نری گیتلر میگه ساله و خانوادش به کجا رفتن من میتونم فقط جواب رو بنویسم طبیعت طبیعت و حیوان موزه موزه سینه میبینید داره میگه به کجا رفتن گفتم موزه سینه گیتیلر رفت چند. سوال بعدی موزه ده هنگ حیوانلار ورده؟ میگه توی موزه موزه ده هنگ حیوانلار ورده؟ کدوم حیوان توی موزه بودن خب یکی یکی نام میبریم خب چه حیواناتی بودن اینجا یکی یکی نام میبرید حالا من چند تاشو مینویسم زرافا زرافا آسلان فیل ی، یلان ارومجک و میتونید بقیه اش رو ادامه رو بنویسید سالیه و دمت سود، اش رو بنویسید و در انتها بگیم و, و در انتها بگیم وار د یعنی وجود داشت تند ما به جای هنگی این اسما رو نوشتیم سالی و دمه سودا هنگی حیوانی گردو میگه ساله و دمه توی آب چه حیوانی رو دیدن تیمساه تمساه رو دیدن پس می نویسیم تیمساه گردو یعنی تمساه را دیدن این پسند مفعولیه چهار کارادا یشایان این ار حیوان هنگی سیدیر توی خشکی یشایان این ار حیوان یعنی سنگین حیوانی که زندگی میکنه توی خشکی کدومه فیل صالح و عائلسی عربادا نیبتیلار میگه صالح و خانواداش تو ماشین چیکار کردن؟ چیکار کردن؟ علی بابانن چیفتلی شرکسنه سویلدیلر شرکت سنه دیلر و اما برو سراغه این قسمت هنگیسی افجیل حیوان هنگیسی یابانی حیوان میگه کدوم حیوان خونگیه کدوم حیوان وحشیه که میگه حیوانات خونگی رو اینجا بنویسید حیوانات وحشی رو اینجا بنویسید اصلا حیوان وحشیه درسته ییلان وحشیه کاپلان وحشیه آیی یعنی خرس وحشی فیل فیل تاوک مرغ پس من میتونم تاوک رو اینجا بنویسم تیمساه تمساه وحشی هروز یعنی خروس مینویسم کچی میشه بوز کچی گفت جز به خونگی حساب میشه زرافه، زرافه یابانی هست وحشی کویون یعنی گوسفند کویون یعنی گوسفند کوزو یعنی بره که یاد گرفتید کویون هم یعنی گوسفند که این هم جزو حیوانات خونگی میتونه حساب بشه وحشی نیست اینه کم یعنی گاو و ما بقیه که اینجا من نام بردم و ننوشتم جز به یابانی هایوان لار هست که میتونید شما بنویسید برای تمرین بیشتر بریم سراغ تمرین بعدی سالیه و باباسی نریه یکی دیور میگه ساله و باباش به کجا میرن خب یکی یکی اینجا داره آدرس میده گیت مستقیم برو آدرس دیو دارید یاد میگیرید یولون سونوندا سولادون میگه یولون سونوندا این عبارت هایی که توی آدرس دیا استفاده میشه خیلی خوب دقت کنید یولون سونوندا یعنی در انتهای راه در انتهای راه سولادون به سمت چپ بپیچ ترافیک ایشندا یعنی در چراغ راهنمایی رانندگی کارشییا گچ گچ یعنی به سمت مقابل برو عبور کن کارشیا یعنی به سمت مقابل گچ یعنی گذر کن عبور کن سولا یورو به سمت چپ راه برو ایلکسو کاکتا سادون میگه در کوچه اول به سمت راست بپیچ دوزگیت مستقیم برو اکولون انونده جلوی مدرسه اکولون انونده دور به ایست یا, یا گچی دیندن کارش یا گچ میگه از خط آبر پیاده به طرف مقابل برو یا یا گچیدی این کلمه میشه خط آبر پیاده اون قسمتی که آبر پیاده استفاده میکنه برای عبور کردن یا یا گچیدی بعد نهی میانجی اومده و بعد هم دن میگه از خط آبر پیاده کارش یا گچ به طرف مقابل برو میگه اشته اردا میگه اینهاش اونجا چیه وار وجود دارد خب یه بار دیگه آدرس رو ببینید اینجا ما داریم صالح رو میبینیم با باباش گفت چی دوزگیت مستقیم گفت برو بعد گفت یولون سونوندا در انتهای راه سولادون به سمت چپ بپیچ ترافیک ایشیندا ترافیک ایشیندا یعنی در چراغ راهنمایی رانندگی به سمت مقابل برو یعنی اینجا و بعد میگه چی میگه سولا یورو به سمت چپ پیاده برو ایلک سوکاکتا اینجا میشه اولین کوچه به سمت راست بپیچ دوزگیت مستقیم برو اوکولون اوکولون اونده میگه اولین کوچه به سمت راست بپیش مستقیم برو جلوی مدرسه به اینجا مدرسه است بعد گفت یا یا گچی دیندن کارش یا گفت از خطابر پیاده به سمت مقابل برو و بعد میگه ایشته اردا کجاست هایوان موزسی پس می ایشته اردا موزسی میگه درست اونجا موزه حیوانات هستش خب میبینید اینجا چی رو داریم حیوان موزه هتل هتل هستانه بیمارستان کرتاسیه، لوازم تحریری اجزانه داروخانه مارکت فروشگاه و این کلمه ها رو هم یاد بگیرید یه یه گچیدی میشه خطابر پیاده ترافیک ایشی چراغ راهنمای رانندگی کالدرم پیاده رو سالیه و باباسی هم که سالیه و باباش خب قسمت بعدی اشلشترین یزن میگه جفت کنید بنویسید خب مایمون من یکی یکی میخونم جفت کردنش با شما که اینجا دارید حیوانات رو میبینید مایمون یعنی میمون دوه شطور که مینویسم آلتو کدی گربه شماره چهار با یعنی لاک پشت اینجا داریم میبینیم شماره دو کپک میشه سگ یدی یلان میشه مار دکوز، کویون گوسفند گوسفند اونالت کاپلان ببر اونجورت زرافا زرافه سکیز آت اسب اون اچ کوش پرنده اون اکی اینک گاو اینک گاو 3 میشه عدد سه کوربا میشه قورباغه کوربا قورباغه کلبک پروانه شماره یازده بالک میشه ماهی اون تیمساه تمساه اون بش فیل فیل بیر و همین راحتی اسامی حیوانات رو هم یاد گرفتید قسمت بعدی هنگی سوزجکلری ارندینیست کدوم کلمات رو یاد گرفتید موزه در موزه اینجا بنویسید امیدوارم مطالب این ویدیو رو خیلی خوب یاد گرفته باشید ویدیوی پر از نکته بود هم نکته گرامری هم کلی کلمه رایج و پرکاربرد که در زندگی روزمره نیاز دارید بلد باشید مرسی که همراه هم بودید ویدیو رو حتما لایک کنید انرژی بهمون به بدید نظراتتون رو توی کامنت حتما برامون بنویسید نظراتتون رو در مورد این ویدیوهای خانی. به زودی داستان های سری دوم ما هم تموم میشه نظراتتون رو حتما بنویسید که توی سری سوم از ویدیوهای داستانهای های ترکی با شادی اعمال کنید مرسی که همراه هم بودید کانال رو سابسکرایب داشته باشید به دوستانتون معرفی کنید و زنگوله رو بزنید ویدیوهای بعدیمون رو از دست ندید تو کلن بیزیم لکلن حوش